آن شب و روز خیلی کم شمار بودند نفرانی که مسئولیت وظیفه های راهبری را به دوش بگیرند. باور کنید رفیقا، منصب یگان کس را حاضر در کار نیست. بسیاری ها را توصیه میکنیم حاضر درازی نمیشوند، نمیروند به شهر دوشنبه. شما باور دارید؟ بسیاری ها انتظار آن هستند که حیات ریاست شورای عالی و حکومت پیدا میشود، تنج آرام میکنند و بعد 3-4 ماه آنها طلبگاری وظیفه میشوند. نه رفیقا، این خیلی کادرها باید در حیات ما نباشند. در واقع از آن نفرانی که به منصب های معاونی سروزیر، پراکرار جنرالی و راهبران وزارت و اداره ها پیشنهاد شدند، 28 کس از وضعیت پرخطر اجتماعی و سیاسی شهر دوشنبه و جمهوری هراس کرده از این وظیفه ها دست کشیدند. چندین سیاستمداران با تجربه دیگر که پیش از امام علی رحمان به وظیفه رئیس شورای عالی جمهوری پیشنهاد شده بودند، از این مسئولیت گران خود را کنار گرفتند. 21 نوامبر تحت راهبری رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، مجلس نوبتی اجلاسیه شورای عالی برگزار گردید. وکیلان درباره بازداشتن شکل پرزیدنتی اداره کشور ابراز عقیده نمودند. پیشنهاد کرده شد که ولایت های کولاب و قرغان‌تپه متحد کرده شوند. به شبهه مقصد از متحد نمودن این ولایت ها پیش از همه هر چه زودتر به جنگ و کشمکش های داخلی کشور خاتمه گذاشتند و مردمی هر دو ولایت را به خاطر آبادانی و برقرار نمودن خواجگی های ضرر دیده متحد ساختن بود. این اندیشه برای تمامیت ارضی کشور مهم در رفت اجلاسیه با جانبداری اکثریت نمایندگان پذیرفته شد و این اقدام برای به اعتدال آوردن وضع سیاسی، گرفتن پیش راه جنگ داخلی در ولایت نو تأسیس ختلان نقش مهم بازی. اجلاسیه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان را درباره گریزه ها بررسی نموده، برای تکمیل آن کمیسیا تأسیس داد و گزارش اجرا کننده وظیفه دادستان کل جمهوری را درباره راه های خلق سلاح شنیده، مسئله های عوف عموم را محاکمه و رئیسان کمیته و کمیسیاهای شورای عالی را انتخاب نمود. روز یک شنبه 22 نوامبر سال 1992 رئیس شورای امام علی رحمان ناحیه شهر تو سفر کرده با فرماندهان سلاح به دست ناحیه های قمسنگیر، پنج و شهر توس و قبادیان ملاقات نمود. از همینجا وطندار همین ملک سرزمین در آنجا وفات کنند، در خاک مردم دفن کنند، ننگ آر و ناموس ما در نمیرسد. هزاره هزار مرد است، گریستان های نو پیدا شده، هزار ساله ها میگذرد، ملت ما در تنه میکنند. هر یک نفره که گذرد میگرد این گریستان گریزه های تاجیک است. در یک مزار شریف یک نیم هزار مردم ما مرد است، یک نیم هزار. این ننگ بر ملت ما نیست. تا تینجه امانی نشد، تا فرد آخرین از دیگر دولت ما بر نگردانه، با مسکن دائمی خود بر نگردانه، من خود را آرام استمید.